با سلام خدمت شما بینندگان عزیز، من نوشین ثابتی هستم و شما به تماشای برنامه آرامش درون از تلویزیون عصر امروز لس آنجلس نشستید. خوشحالم که به عرضتون برسونم امروز یکی از برنامه‌های ویژه آرامش درون رو که اگر اجازه بدید مایلم تیتر در جستجوی معنا رو به اون اضافه کنم، که همان برنامه‌ای بود که در طی 12 سال گذشته بارها تقدیم حضورتون شده، با همراهی مهمان عزیزی که از فرانسه اینجا تشریف دارن آغاز کنیم در مورد مطالب ارزنده‌ای که این خب اسمشون رو گذاشتن. من میخواستم آقای دکتر رو معرفی کنم ابتدا و بعد اسمشون، ولی اومد بر روی صفحه تلویزیون آقای دکتر حسین لاجوردی، جامعه شناس و دوست عزیزی که در کارهای خدمات بشر دوستانه، حقوق بشر، آزادی، برابری زنان و بسیاری مطالب انسانی و اجتماعی و عرض کنم که سیاسی زیادی شرکت داشتن سالیان سال. اجازه بدید که قبل از اینکه چهره عزیزشون رو ببینیم، بنده بایوگرافی بسیار مختصر و خیلی خیلی هامبل در واقع که از ایشون اینجا هست رو به اطلاع شما برسونم. جناب دکتر حسین لاجوردی رئیس انجمن پژوهشگران ایران هستند. دکتراشون رو در جامعه شناسی یا دموگرافی از دانشگاه سوربن فرانسه در سال 1978 اخذ کردند. آقای دکتر کارشناس جمعیت و آمار در مرکز آمار ایران بودند در سالهای 1967 تا 1980. آقای دکتر لاجوردی پژوهشگر در مؤسسه مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران در سالهای 1970 تا 72 خدمت می‌کردند. مسئول اجرای طرح رشد جمعیت در ایران UNDP از سوی سازمان ملل متحد در ایران بودند در سالهای 1973 تا 1976 و همچنین استاد روش تحقیق در امور اجتماعی و آمار در دانشگاه‌های ایران بین سالهای 1978 تا 1982 می باشن. ایشون تز دکترای دومشون رو در روانشناسی اجتماعی اخذ کردن. آقای دکتر بسیار خوش آمدید به برنامه آرامش درون / در جستجوی معنا. امروز در خدمت شما و با شما میریم که ببینیم از منزلات اجتماعی ایران عزیزمون بیشتر آگاه بشیم و تیتری رو که شما قبل از برنامه به من گفتید مایل هستم که خودتون بفرمایید. خوشحالم که با شما هستم در این تلویزیون عصر امروز و آرزوی موفقیت های بیشتر برای شما و همینطور تلویزیون عصر امروز. بحثی رو که من دلم میخواد در برنامه شما با توانایی های شخص شما، با خواست ها و انگیزه هایی که واقعا وجود داره، بجز برنامه هایی که آدم فکر میکنه فقط یک شعاف هست، یک سری تبلیغات هست، یک سری آگهی های متعدد و متفاوت هست و اون مسئله تلویزیون رو به وجود میاره، یک نگاهی بشه به این که امروز ما کجا هستیم، چی کار داریم میکنیم سر موزلات اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی روانی تو جامعه و در نهایت برسیم به این مرحله که امروز این هستیم، فردا چی کار میخوایم بکنیم، میخوایم همین باشیم یا میخوایم بهتر از این باشیم، اگر میخوایم تغییری بکنیم. طبیعتاً تغییر معنی محتواییش تغییر برای بهتر شدنه. به این معنا چی کار باید بکنیم؟
به این شکل من خواستم که در خدمتتون باشم. مسئله رو روی آسیب‌های اجتماعی پیاده کردیم و ببینیم اصلا این مسئله آسیب‌های اجتماعی، این همه در مورد صحبت میشه، این همه در مورد فحشا صحبت میشه، در مورد اعتیاد صحبت میشه، در رابطه با خودکشی صحبت میشه، در مورد افسردگی و ناامیدی صحبت میشه، اینا در کجا انجام میشه و چه ظرفیتی تو اون جامعه هست؟ استثار دارید بر اساس آخرین آماری که از طرف دستگاه‌های رسمی جمهوری اسلامی مثل مرکز آمار ایران اعلام میشه، 76,300,000 نفر توی ایران زندگی میکنن که 55% اینها، 55,000,000 اینها حدود نزدیک به 80% کمتر از 40 سالشونه فقط. درست. این 55,000,000 جمعیتی که کمتر از 40 سالشونه طبیعتاً تشکیل یک جامعه ای رو دادن بسیار جوان. یعنی ما به لحاظ جمعیت و موقعیت اجتماعیمون یکی از نادر کشورهای دنیا هستیم که این همه جمعیت جوان داریم. این جمعیت جوان طبیعی است که یک خواستگاهی رو داره، یک حق و حقوقی رو داره. این حق و حقوق الزاماً اقتصادی نیست، ضمن این که نمیتونه نباشه، ولی حق و حقوق به این معنا من بهش برخورد میکنم که اگر که شما از یک کوپل، از یک زن و شوهر تازه ازدواج کرده فکر بکنید یه بچه به دنیا میاد، فرض کنیم که اون بچه حتما برنامه ریزی شده است، متوجه ارزم هستید، این بچه وقتی به دنیا میاد هنوز به دنیا نیامده دارای حق و حقوق میشه. حق و حقوق به این معنا که این حق رو داره که مادرش در یک موقعیت مناسبی این دوران 9 ماه رو زندگی بکنه. این حق و حقوق رو داره که مادرش در اون دوران 9 ماه از یک تغذیه مناسبی برخوردار باشه، از یک محیط خانوادگی آروم بدون تنشی برخوردار باشه. و میرسیم وقتی که به این بچه بر 9 ماهگی که این بچه به دنیا میاد، خب از اون لحظه حقوق برمیگرده به طرف دولت که دولت چه وظایفی رو داره و مسئولیت‌هایی رو داره در این زمینه. وظایف و مسئولیت‌هایی که دولت داره از همون لحظه به وجود آمدن تولد این بچه آغاز میشه. دوره اول بچگی، شما در تخصص روانشناسیتون بیشتر میدونید، دوره اول بچگی، دوره دوم کودکی، دوره اول نوجوانی، دوره دوم، دوره جوانی، همه اینها تا 18 سالگی این رو بچه خطاب میکنه. بله، کودک. کودک خطاب میکنه. نه. و این کودک در تمام این دوران قبل از 18 سالگی به احتیاجات ویژه، نیازهای ویژه براش وجود داشته باشه. دوران اولیه کودکی رو، خب این دوران چجوری در خانواده بزرگ میشه، چه روش تربیتی اگر مادر نمیدونه براش فراهم میکنن. درست. دوره دومش رو میره پا به کودکستان میگذاره، چه نیازهایی رو در این زمینه داره. دوره اول نوجوانی باز وارد مدرسه میشه، چه خواستهای دوره بعد، همینطوری میرسیم تا به مرحله بعدی. وقتی که من حالا، چون من نمیخوام وارد این مباحث اولیه بشم، خواستم فقط یک مقدمه رو عرض کرده باشم. وقتی که از 18 سالگی عبور میکنه و میرسه به دوران جوانی، پا میگذاره به جامعه، اون وقت نیازها شکلش عوض میشه. نیازها با توجه به این که خب ما شاهد این هستیم که ما خانواده هایی هستیم توی ایران به یک نوعی مدرن سنتی، نه سنتی هستیم نه مدرن هستیم. مدرن سنتی یک شاید واژه‌ای باشه که الله همینطوری به ذهن من اومد استفاده ازش کردم. ما از وقتی که وارد دنیای مدرن شدیم، از زندگی قبیله‌ای بیرون آمدیم، آشنا شدیم با آموزش پرورش جدید، با تخصص، با دانشگاه، با همه اینا آشنا شدیم، از اون به بعد به یک باره شکل جامعهمون تغییر کرده. همه خانواده ها هر آن چه تلاش میتونن بکنن، هر آن چه از دستشون برمیاد انجام میدن که بچهشون بشه دکتر مهندس. انگار که توی دنیا هیچ شغل دیگه‌ای وجود نداره. توجه میکنید؟ خب در این زمینه وقتی که رسیدیم به این مرحله، میرسیم به اینجای که آیا این امکان هست که اون ایدئال ها پیاده بشه؟
میبینیم که از طرف خانواده 100% این امکان وجود داره، برای اینکه حاضره که نون شبش رو نخوره، شهریه دانشگاه بچهش رو بپردازه. بارها و بارها به این قضیه برخورد کردیم. درست. و در این زمینه هست که میبینیم پس درانچه خانواده به نوعی تا حد توانش بیشترین تلاش رو میکنه که این هزینه ها رو بپردازه، بچهش رو به اون ایدئال هاش نزدیک بکنه. تحصیلات عالی. به تحصیلات چون عالی. چون ببخشید من بین کلام شما عرض کردم متاسفانه، به دلیل اینکه نباید فقط دکتر و مهندس شدن مد نظر عزیزان باشه، بلکه به طور کلی علوم انسانی بسیار مهمه و تمام علوم، ولی شما دارین به طور کلی برای پیشرفت بچه ها میفهمید که مادر پدرها و خانواده از همه امکاناتشون استفاده میکنن که بچه ها به تحصیلات عالیه برسن. بدون شک. بله. خودم رو کرک کردم در واقع. بله. به این معنا وقتی که میبینیم که خانواده یک وظیفه‌ای رو که به عهده‌اش هست، روی شونش هست، این مسئولیت رو انجام میده، میرسیم به وظایف دولت و حکومت. میبینیم که خب وقتی که یک زن و شوهری میخوان هم بچه دار بشن، دولت برنامه داره. یعنی مثلا در کشورهای الان مثل چین و هند که یک سوم جمعیت دنیا رو دارن، دولت برنامه داره که این بچه به دنیا بیاد یا نیاد. پس به این مرحله که میرسیم میبینیم که از آغاز بسته شدن نطفه دولت باید برنامه داشته باشه تا به دنیا میاد. وقتی به دنیا میاد مسئولیت تغذیه داره، مسئولیت حقوق مادر داره. حقوق مادر، اگر مادر کار بکنه، این مسئولیت رو داره که به مادر بگه تو در آرامش در خونه زندگی بکن، حقوقت هم بگیر، شغلت هم حفظ میکنی. وقتی بچه به دنیا میاد، از اون موقع نیازهای بهداشتی بچه است. باید نمیدونم واکسن زده بشه، چه بشه، اینو باید امکاناتش فراهم باشه. بگیر نمیتونه همینطوری به وجود بیاد. اگر میشیم کشورهای آفریقایی بچه به وجود بیاد، بچه هم به فاصله چند سالی ماکسیموم میمیره. درست. تعداد بچه ها. خب میرسیم مرحله بعد از این، میبینیم که وقتی که دوره اول کودکی رو میخواد پشت سر بگذرونه، به عنوان مثال من همش مقطع دارم صحبت بکنم که متوجه هستم به دلیل وقت شما، که امیدوارم در یه فرصتهای دیگه بشه مفصلتر در این زمینه ها در هر مبحثش صحبت کرد. میبینیم که این بچه توی پشت سر گذاشتن دوره اول کودکی مثلا نیاز به مهد کودک داره، نیاز به اجتماعی شدن داره به نوعی. میرسیم به دوره دوم کودکی، میبینیم نیاز به آموزش اولیه داره. یعنی مدرسه باید به وجود بیاد. خب اگر این نباشه، اگر معلم صاحب صلاحیت نباشه، اگر مدرسه کارساز نباشه، هر کدوم اینها نباشه، این ضعف‌هایی که برای تربیت بچه به وجود بیاد. میرسیم مرحله بعد، دوره دبیرستانه. دوره دبیرستان باز یک سری امکانات بیشتری رو باید اون داشته، اون دولت، اون حکومت فراهم کرده باشه که این آشنایی پیدا بکنه. یک نمونه خدمتتون بگم، در تقریبا نه همه کشورهای پیشرفته، حتی در کشورهای در حال توسعه هم در حال حاضر از یکی دو سال پیش به این طرف برای هر بچه یه دونه کامپیوتر میگذارن. خب چرا میگذارن؟ به این دلیل که میخوان که این بچه up to date باشه، به روز باشه، این بچه بتونه که با مسائل دنیا آشنا بشه. خب حالا اگر که در همین زمینه ما بیایم که در سالهای بعدی که این بچه بزرگتر شده، نوجوان شده، جوانتر شده، فرض کنیم که اینترنت رو محدود بکنیم، طبیعی است این دوره دیگه دوره 100 سال پیش نیست. عقب ماندگی ایجاد میکنه و مسئله ایجاد میکنه برای رشد اون بچه. درست. یعنی همه چی، جناب علی تو این زمینه متخصص هستید و بهتر میدونید، تمام این مراحل مرحله به مرحله میتونه جلوی رشد رو بگیره. وقتی میرسیم به جایی که برسیم به مرحله سریعترش که من بتونم یک نتیجه گیری از عرایزم بکنم، میرسیم به مرحله بعدش، وارد دانشگاه میشه، صاحب یک تخصص میشه، هر نوع تخصصی، لیسانس میگیره، فوق لیسانس میگیره، دکترا میگیره. در این مرحله است که میخواد وارد بازار کار بشه و وارد شکل بعدی اجتماعی شدن خودش بشه. تا اون موقع بچه است، تا اون موقع یک نوجوان جوونیه که در خانواده زندگی میکنه، نیازهاش رو خانواده باید تامین بکنه. از اون مرحله به بعد
که نیازهاش به عهده خودش تامینش میفته. اینجا کمک دولت رو میخواد، اینجا برنامه دولت رو میخواد. به همین دلیلی که من بارها توی برنامه‌های مختلف این بحث بهش اشاره کردم که وقتی که الان میگن که چند میلیون توی ایران برمیگردن به کشور خودمون بیکار وجود داره و دولت و وزیر کار یا هر مقام رسمی دیگری میاد میگه که ما تصمیم گرفتیم که 1,600,000 پست، 2,500,000 پست درست بکنیم، فارغ از اینی که هر یه دونه پست میتونه مثلا $50,000 خرج داشته باشه و این نظر بودجه ای امکان پذیر نیست، فرض بر اینی که بشدم این کار رو کرد میتونه بگیم که قابل قبول نیست. چون وقتی که شما، من اشاره کردم به این قضیه، شما برنامه ریزی میکنید برای بچه ای که میخواد بیاد به مدرسه، به دبیرستان، به دانشگاه، ما چه شغلی اصلا نیاز داریم؟ بله بله، همش که ما دکتر مهندس نمیخوایم که ما تمام این مشاغل رو بهش احتیاج داریم. وقتی که دولت برنامه ریزی بکنه بچه شما رو بر اساس استعدادهاش میبره در مشاغل مورد نیاز. وقتی که میرسیم به جایی که میبینیم این بچه ها فارغ التحصیل میشن، بله، میرسن به یه مرحله‌ای که میخوان وارد زندگی اجتماعی اقتصادی خودشون بشن، وارد بازار کار به اصطلاح بشن، میبینیم که هر چی شغل بی خودی شما درست بکنید نمیتونید مسئلهتون رو حل بکنید. درست. مسئله شما قابل حل نیست تا زمانی که برنامه‌ریزی اولیه وجود نداشته باشه. بذارید که ببخشید، عذر میخوام، من یه پرانتزی باز کنم، چون بسیاری از بینندگان ما ممکنه پرسششون یا این به ذهنشون بیاد که الان موقعیت بسیار بد اکونومی یا اقتصادی در جهان هست، در خود آمریکا ما بسیار بیکار داریم، خیلی ها کارشون از دست دادن، خیلی ها در شرف از دست دادن کارشون هستن. همین الان که بنده و شما صحبت میکنیم، همین ویکند قراره دوباره در مجلس در آمریکا سناتورها و بقیه کار کنن، یعنی تعطیلی ندارن، بلکه بتونن کمکی بکنن برای اوضاع نابسامان اقتصاد اینجا. اما مطالبی رو که شما میفرمایید مختص امروز جهان نیست، مختص سال 80 تا حالا، یا ببخشید 2008 2007 2008 در واقع که اقتصاد رو به رکود رفت در آمریکا و در جهان نیست، بلکه ما میبینیم سالهاست در طی 32 سال گذشته متاسفانه نابسامانی ها از ابتدا شروع شد و به مراحل بسیار وخیمی انجامید، طوری که بنده که الان 12 سال برنامه تلویزیونی دارم مرتباً صحبت از افسردگی ها و گرفتاری هایی است که جوانانی که تحصیل کرده هستند و از دانشگاه خارج میشن و کار ندارن، اونهایی که حرفه باید بیاموزن، وسائلی راهکار بردایی برای آموختن حرفه برای این افراد وجود نداره. چون دوست دارم که ببخشین این نوت رو این وسط بنده عرض کردم که توجه کنیم به مسئله مطالبی که شما میفرمایید جدا از موقعیت کنونی اقتصادی در جهان. کاملا توضیح درستی بود، چون این یه بحث یک کریزه، یه چیزی که به وجود آمده از بین میره، یک سال دیگه، 6 ماه دیگه، 2 سال دیگه، اون بحث اصلیه من اصلا نیست. بله. بحث من در اینه که اگر که یک برنامه ریزی وجود نداشته باشه، شما هر آن چقدر توانایی ایجاد شغل داشته باشید نمیتونید که اون مشاغل رو برای ایجاد. اون کسانی که فارغ التحصیل میشن وارد جامعه میشن انجام بدید. یک آمار آخری که جمهوری اسلامی داده در رابطه با جامعه جوان ایران میگه 2.6 از 4، یعنی از هر 4 نفر 2.5 از تحصیل کرده ها بیکاره. این دلیل اینکه برنامه ریزی قبلی وجود نداره. توجه برزن میکنید. حالا وقتی برسیم به این مرحله، من برمیگردم از این جا میرسم به بحث اصلی خودم، وقتی میرسیم به این مرحله میبینیم که این جوون که میخواد تحصیلشو کرده، لیسانس یا فوق لیسانس یا هر چیزی گرفته، میخواد وارد بازار کار بشه، اولش کارگیرش میاد و کارگیرش نمیاد. این یه بخشه. دوم این بخشش بخش اجتماعیشه. بخش اجتماعیش اینه که بتونه زندگی تشکیل بده. بله بله. توجه برزن بله. میکنید. وقتی که چه پسر باشه چه دختر با مشکلاتی مواجه میشه از نظر تشکیل خانواده، خب در اونجا میرسیم به یه مرحله جدیدتر، کار گیرش نمیاد، امکان تشکیل خانواده نداره،
امکاناتش هم نداره، بله. زندگی اجتماعیشو نمیتونه تشکیل بده، زندگی خصوصیش هم با مشکل برخورد میکنه، بله. خب رسیدیم به بحث اصلی، به این کتابی که حالا بحث، بله. پس اجازه بدید من با پوزش از بینندگان عزیز عرض کنم که باید این رو من قبلا یکی از کتابی که جناب دکتر لاجوردی به رشته تحریر درآوردن هست، دلم شور میزند که این کتاب بسیار جالبه، مخصوصا در رشته روانشناسی توصیه میکنم عزیزانی که مایل هستن، نمیدونم هم از کجا میتونن تهیه کنن، ولی این کتاب رو که نشر انجمن پژوهشگران ایران هست تهیه بفرمایند و با مطالبی که در حال حاضر داره بر جوانان ما و ایران عزیزمون میره بیشتر آشنا بشن. دوم پارلمان فکری هست، یعنی از دو کتابی که الان من در اختیار دارم با شما صحبت میکنم، سرمایه گذاری فکر و اندیشه برای امروز و فردای ایران که فکر میکنم مناسب بحث امروز هم هست. به یه نوعی بهش اشاره میکنیم، ولی با توجه به وقتی که جرابالی داریم، حالا وقتی که این به این مرحله این جوان رسید که نه امکان راهیابی پیدا کردن راه حل برای مشکلات اقتصادیش داشته باشه چون شغل نداره و نه امکان وارد شدن به صحنه اجتماعیشو چون به دلیل همون مسئله اقتصادی امکان ازدواج نداره، من. مشکلات گسترده الان توی این وسط وجود داره. به این جاه که میرسه طبیعیست هر آن چقدر که ضعف شخصیتی بیشتر باشه، من. امکان سقوطش بیشتره. باز حالا میریم تو مسئله حرفه‌ای شما و به این معنا میبینیم که قسمت اول اینه، ولی بعد عادی میشه، عادی میشه تو جامعه. اون وقت دیگه بحث قوی بودن و ضعیف بودن نیست، بستگی به یک مجموعه ای داره که پاسخ خودش رو، پاسخ نیازهاش رو نتونه بگیره. زندگی حق یک جوونه، داشتن آرزو حق یک جوونه، رسیدن به مراحل ایدئالی حق یک جوونه. احسن. اگر که اینها رو نتونه بهش برسه دچار افسردگی میشه. این که من این بحث رو دارم مطرح میکنم سر افسردگی، سر ناامیدی، سر اعتیاد، سر فحشا، سر هر کدوم اینها، وقتی میگم دلم شور میزنه، دل شور زدن من رمان داستانی نیست، نگرانی های اساسی که برای من وجود داره که جامعه ما کجا داره میره، چی کار داره میکنه. امروز وقتی که میبینیم که دچار افسردگی یک جوان میشه، وقتی که میبینیم که این آدم افسرده به ناامیدی میانجامه، وقتی که میبینیم که این آدم افسرده و ناامید همه چاله ها و چاه ها جلوش وجود داره، ناخودآگاه سرنگون میشه. اگر دولتی و حکومتی نتونسته باشه زمینه‌های اولیه رو به وجود بیاره، پس طبیعتاً زمینه‌های بعدی هم نمیتونه. زمینه‌های بعدی چیه؟ وجود یک دکتر روانشناس، وجود یک اسیستان سوسیال، چی میگن، راهنمای اجتماعی یا همچین عنوانی، اینها برای نجاتون. ولی شما پزشک، شما دکتر روانشناس، چی از دستتون ساخته است؟ شما که نمیتونید آدم بدید که، بله. شما میتونید راه هایی که اون از افسردگی خارج بشه پیدا بکنید، بهش کمک بکنید.